شهرستان خوزف در استان خراسان جنوبی یکی از بافت‌های تاریخی و ارزشمند شهری محسوب می‌شود که در 35 کیلومتری شهرستان بیرجند قرار دارد. مرکز این شهرستان شهر خوزف با 4 محله قدیمی است که در سال 97 به صورت پایگاه ملی ثبت شده است. خانه‌های تاریخی این شهرستان مانند خانه میرزا جعفر تاجور، خانه سالاری، آبانبارهای قدیمی، قلعه خوزف و آرامگاه ابن حسام خوزفی تنها بخشی از تاریخ این شهرستان قدیمی اند که در کتاب‌های تاریخی نیز به نام آن اشاره شده است. ما بافت‌های تاریخی خیلی با ارزش دست از شهرستان داریم. خب از جمله روستای نوقاب، روستای خور، روستای شهر ماژان، روستای گل و مهمترین اونها هم بافت تاریخی شهر خوزف هستش که خب در دل شهر خوزف واقع شده. حدود 25 هکتار وسعت داره و یکی از بافت‌های زنده استان و حتی کشور هستش که در اون هنوز زندگی میکنن، اون فرهنگ قدیمی خودشون هنوز دارن. این بافت هم میشه گفت که بر مبنای آب به وجود آمده، اون هم به این دلیل که خب آب قناتی که در قبلا وجود داشته در کنار این آب قنات این بافت هم به وجود آمده. خدمت این شهرستان و طبیعت کویری آن ظرفیت‌های گردشگری مختلفی از فرهنگی تا طبیعی برای آن فراهم کرده است. مله بافی و سنگ‌های قیمتی از جمله مهم‌ترین سوغاتی‌های این شهرستانند. به دلیل کاشت پنبه مله در خوزف، این شهرستان در سال 98 به نام شهر ملی مله بافی ثبت شد. خانه‌های ساده با حیاط مرکزی، خانه‌های تک ایوان، دو ایوان و دارای هشتی و خانه‌های سه ایوان و بادگیر از عناصر معماری بافت شهرستان خوزفند که ویژگی‌های معماری اسلامی در گوشه به گوشه آن به چشم می‌خورد. خب مل پنبه قهوه‌ای رنگ هستش که خب دست از سطح شهرستان کش میشه و میشه گفت که مختص این شهرستان هستش. مل بافی میتوان گفت که یک هنر صنایع دستی به طور کامل هست، به این عنوان که هیچ گونه کار صنعتی در اون انجام نمیشه، از برداشت تا تولید همه به صورت دستی هستش. وقتی که پنبه مل برداشت میشه با دستگاه حلاجی اون پنبه دونه و اون وش پنبهش از هم جدا میشه، بعد توسط بالش زنی که یعنی آماده سازی قبل از نخریسی هستش، بعد از اون خب توسط دستگاه نخریسی تبدیل به نخ میشه و بعد از اون هم خب روی دار یا کلکاری که در سطح خونه‌های قدیمی هست که یک سازه معماری هست گذاشته میشه و کار میشه و تبدیل به پارچه میشه. یکی از بحث‌هایی که خب در شهر خوزف انجام میشه بحث بیلزنی یا بیلبرداری است که خب در ظهر عاشورا این کار انجام میشه. خب همونطور که در تصویر من هم این قسمت دیده میشود، در هر هیئتی یک دو یا سه گروه 15 نفری هستن که بیلهای خودشون رو برمیدارن و این گروه بیلها رو با همدیگه میزنن و اون هم به این دلیل هستش که روزی که امام حسین و یارانشون دفن شدند یک نمادی هست که با بیل این کار انجام شده و همچنین اعتقاد دارن که وقتی که در زمین‌های کشاورزیشون کار انجام میشه باعث بهره‌وری بیشتر اون خواهد شد. یک اثر طبیعی بسیار شاخص در خوزف داریم به نام گواب خوزف که در حاشیه بافت قرار گرفته. این گواب در فصل بهار و در هنگام بارندگی آبگیری میشه و محل بسیار زیبایی برای گردشگران هست. در سالهای گذشته که میزان آبگیریش بالا بود، تعداد گردشگران و بازدید کنندگان از این اثر ارزشمند هم خیلی زیاد بود. در حال حاضر هم برنامه ریزی شده که حاشیه گواب و خود گواب بهسازی و کار عمرانی و مرمتی انجام بشه. خوزف و این نام، یعنی با همین ضبطی که الان عرض میکنم خدمت شما، بیشتر تداعی ریشه خسفه میکنه و باید پیش از این هم نام هایی بر این نام متقدم باشه
ولی این نام بیشتر تداعی پس از اسلام خسف رو میکنه و واژه خسفه به معنای پوشیدگی و پنهانی و البته با صورت فیزیکی خسف هم متناسب هست، یعنی شاید در 1 کیلومتری خسف از سمت بیرجن که کسی تشریف میاره خسف رو نبینه. خسف از دیده ها پنهانه، یعنی در یه نقطه گودتری واقع شده و اگر ماه رو پشت ابر تصور کنیم و خسوف ماه رو، پنهان بودن ماه رو ما تصور کنیم، خسوف هم انگار همچین وضعیتی داره، در روی کره زمین پوشیده است ولی درخششش بر میگرده به سالیان بسیار دور، قرون خیلی خیلی گذشته و پیش از اسلام هم سوابق درخشانی از خسوف باقی مونده. شاید مهمترین بارقه از این درخشش در مورد خسوف کتیبه کال جنگال مشرف بر خسوف باشه در دامنه کوه باقران و منطقه رچ که ییلاق مردم خسوفه و اون کتیبه‌ای که متعلق به دوره اشکانی است و نشون دهنده اینه که خسوف ساگارت نشین بوده و اینجا مرکز حکومت بوده و اون کتیبه نشون میده جنگ مرد پارتی با یه شیر و سنگ نبشتی که بر اونجا قرار داره، یه فرمان حکومتی در واقع. خسوف پس از اسلام شاید اولین منبعی که بهش به صورت رسمی اشاره شده قرن 4 در کتاب حدود العالم و اونجا از خسوف یاد میکنه که خسوف و خور دو شهر است بر کرانه کویر، آبشان از کاریز است و بیشترین خواسته مردمانش چهارپای است. خسوف و خور زمانی ازش یاد میشه در کتب تاریخی که از خیلی از آبادی‌های اطراف و شهرهایی که الان برای خودشون سری در سرها هستن خبری نیست. یه چند قرن بیم این ورتر به کتاب نزهت القلوب حمدالله مصطفی میرسیم و اونجا خسوف رو در ردیف شهرهایی مثل تون و قائن و جنابز و کاشمر و به خسوف میرسه، میگه و خسوف از معظمات بلاد است. معظمات بلاد مشخصه، یعنی از شهرهای بزرگ. خسوف را میتونیم یکی از شاهکارهای معماری استان بدونیم. میتونین شما شاخصه های معماری اسلامی رو ببینید، لمس کنید و زندگی کنید. در داخل خسوف میتونین بادگیرهای متفاوتی رو ببینین، از 2 چشمه تا 9 چشمه. در پشت سر من شما یه بادگیر 9 چشمه میتونید ببینید که سرمایش فعال رو میتونید در داخل منطقه لمس کنید. وقتی که شما در اوج گرما میایین داخل خسوف و در یک خونه‌ای که بادگیر در اون تعبیه شده، میتونید سرمایش بسیار بسیار دلچسب رو لمس کنید و در داخل اون اتاق زندگی کنید و پویایی رو ببینید.